بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به دانش آموزای عزیزم. بریم سری تبرق و سری داشته باشیم از گفتار دو. گفتار مهمی هم هست داریم. فصل ساختار دستگاه عصبی. ببین دستگاه عصبی خودش دو بخش داره. دستگاه عصبی مرکزی میشه و محیطی. مرکزی که اینجا زردنگ داره بهت نشون میده شامل مغز و نخاع. نکته مهم بچه‌ها این شکل اینه. یادت باشه تمام نخاع درون ستون مهره است. ولی تمام ستون مهره دارای نخاع نیست. این جمله تو هستن. آقا یعنی چی؟ ببین اینجای ستون مهره تو داری میبینی نخاع حضور نداره. کجا حضور داره یادت باشه؟ بخش گردنی، بخش سینه‌ای و بخش کمری ستون مهره نخاع دارن. اما در بخش لگنی اینجا نخاع نداری اما اعصاب داره. این شکل از این نظر مهمه که این نکته با تو ذهنت بشینه. بریم پایین‌تر نکته بحث خاکستری سفید رو بگم. آقا خاکستری سفید یعنی چی؟ خوب گوش. ببین جایی که میلین داری میشه سفید، جایی که میلین نیست میشه خاکستری. حالا نکته مهم تو تستا اینه، مغز و نخاع، مغز کجاش خاکستری کجاش سفید نخاع. یه کلک گذاشتیم گفتیم آقا فندق کجاشو میخوری؟ مغزش تو... مغز توش خوبه دیگه، مغزش خوبه. مغز پس یادت باشه توش خوبه، توش سفیده. پس یادت بمونه مغز توش مرکزی سفید بی که توسط خاکستری احاطه شده، یعنی بیرونی خاکستری. حالا برعکسش کن، مغزتمون حالا برعکسش کن، نخا مرکزیش میشه خاکستری، بیرونیش میشه چی؟ سفید. یعنی توسط اینجا حالا سفیده این خاکستری احاطه شده. این نکته به صورت کلی بعد تو ذهنت اون رو تو تستا باش بازی میکنه. ولی از این شکل اینم تو کلیپا گفتم که یادتون باشه. ببین به طور کلی برای مغز میگی مرکزی سفید توسط خاکستری احاطه شده، ولی با توجه به این شکل که اینجا داری میبینی بخش هایی هم در مرکز مغز میبینی که خاکستری. پس اینم گوشه جیبت داشته باش، توی تست خاص بازی کنه یادت بمونه که میتوان دید در مرکز مغز هم بخش هایی از خاکستری. ولی به طور کلی تو تستا چی باید تو ذهنت باشه؟ مغز توش خوبه، مرکزی سفید، بیرونی توسط چی احاطه شده؟ خاکستری. حالا برعکسش میکنی، نخاع مرکزی خاکستری توسط سفید احاطه شده. این تو ذهنت بمونه. آقا اینقدر میگی مغز و نخاع مهم و درجه یک و نباید ازش حفاظت کرد. چرا؟ اینجا عوامل حفاظتی از مغز و نخاع رو خوندیم که گفتیم آقا اولیش استخوان، بافتای پیوندی میده 6 تا بودن، یکیش استخوان، استخوان جمجمه از مغز و ستون مهره از نخاع. این عوامل حفاظتی. اینجا سه پرده نوع بافت پیوند، جنسش مهمه، یک تو ذهنت باشه. سه پرده، پردهای مرنج میگن بچه‌ها. این پردهای مرنج اینجا شما دارید میبینید، از اینو بازی باش میکنن تو تست دیگه. الان یه مرور کلی میکنم چون شکل کنم مهمی هست. از بیرون یادت باشه سخت شامه عنکبوتی، نرم شامه اینه. حالا میتونن بیرونی، ببین تو تست دیگه، بیرونی ترین سخت شامه، درونی ترین نرم شامه، زخیم ترین سخت شامه. یعنی زخیم ترین دو لایه‌ایه، فقط همینه که دو لایه تو ذهن تو باشه. و اینم حفره داره، می‌بینی حفره رو داره نشون تو تست هم باش بازی کردم که اصلا به این حفره بچه میگن حفره مرنج، مثلا سیاه رگ عمل می‌کنه. و نازک ترین، ببین زخیم ترین میگه، نازک ترین کدومشه؟ نرم شامه است. اونی که چسبیده به، ببین اینجا مثلا در مغز می‌بینیم چسبیده به بخش خاکستر. اینو بهت بگم، نکته مهمه، حواست با من. نرم شامه بچه اینجا برای مغز که به بخش خاکستریش چسبیده. آقا برای نخاع هم میچسبه به نخاع. آره به کدوم بخشش؟ به سفیدش. بیرونیش سفید، اونجا سفید شد، اینجا خاکستری. یادت میمونه دیگه، پس مهمه ها. پس نرم شده بچه میچسبه، اما به چی به چسبه برای من کده. اگه به سفیده میگیم نخاع، اگه گو به خاکستری میگیم مغز. یاد بمون. از اون ور اونی که در تماس مستقیم با استخوان جمجمه بود اینجا داری میبینی کدومه؟ کدومه که از این سلاح است تو میبینی دیگه، سخت شانس. حالا از این دورترین نزدیکترین هم میتونه بازی کنه. نزدیکترین به استخوان جمجمه است، دورترین نرم شو به قشر مخ، نزدیکترین نرم، دورتر. ببین با اینا میتونه بازی کنه تو ذهن باشه. نرم شو بچه‌ها میبینید که شامل مورک ها که میدونید مورک های مغز و نخاع و اصلا بهتون گفتم بچه‌ها مورک های پیوسته کلکش هم براتون گفتم چشم من، این واژه رو گذاشتیم که کارگو بهتون گفته بودم. اگه بچه‌ها برید کارگو دهم ببین، اینو نمیگم که برید کارگو دهم کامل ببینید که اونم استفاده کنید. الا ایال، ولی در مغز و نخاع میدونی مورکاش پیوست. آقا یعنی چی پیوست؟ فاقد منفذه. فاقد منفذه. نکته مهمش اینه، خود اینم پس میتونه عامل حفاظتی باشه که به این عامل حفاظتی میگیم سد خونی مغزی. فقط یادت باشه داریم میگیم سد خونی مغزی، ولی این برای نخاع هم هستا. مغز رو میبینی برای نخاع هم هست، یادت بمونه. نکته از این شیارا مثلا با تو تست اگه بخواد بازی کنه بچه، در این شیار عمیق هر سه پرده حضور دارن، یعنی هم سخت شامه، هر عمکت عنکبوت، انچرو اینجوری میگم عنکبوتیه، هم نرم شامه. عرض من بودم یه لحظه پرید، فهمیدی چی شد؟ آه هم سخت شامه، هم عنکبوتیه، هم نرم شامه. فقط نکته مهمش اینه بچه، سخت چون تونتون دارم صحبت میکنم تو بابا اینا خدا وکیلی میاد دیگه بچه. این سخت شامه فقط لایه درونیش اومده حضور داره تو این شیار عمیقه، یعنی لایه بیرونش حضور
نداره. این هم نکته مهمش تو تستا. اما بچه تو این شیاره کم عم فقط نرم شما حضور داره. پس تو تست یادت باشه شیاره کم عم فقط نرم شما، اما شیاره عمیقه که داری میبینی هم سم شما هم عنکبوتی هم نرم شما فقط سرشامه لایه بیرونیش حضور ندارد. بریم جلوتر. این مد حیفه، این بذار این تیکر هم بخونم. در نتیجه بسیاری از مواد میکروب در شرایط طبیعی نمیتونن به مغز وارد شون. دو تا کلمه مهم داره، یک بسیاریه در شرایط طبیعیه، یعنی چی شرایط طبیعی باشه بسیاری از مواد میکروب نمیتونن، این یک. دو تا دو این میشه دو، تازه اگه شرایط طبیعی باشه بچا باز برخی هستن از مواد میکروب میتونن، پس این دو تا مهم شه. یک شرایط طبیعی باشه بسیاری، دو تازه شرایط هم طبیعی باشه یه برخی میتونن قاچاق رچم بیان. تو اینم یادتون بمونه که حالا چیا میتونن تبادل کنن. اکسیژن، CO2، گلوکوز بهتون گفتم، اوره، ویتامین، آمینو اسید، اینا با هم صحبتشو کرده بودیم. در رابطه با مغز، مغز سه بخش داره: مخ، مخچه، ساقه مغز. کم آروم صحبت کن بچه. مخچه میبینه که پشت ساقه مغز هستش، بزرگترین بخش مغز مخ هست. بزرگترین بخش مغز مخه، پس بیشترین نورون های مغز کجا حضور داره؟ در مخ حضور داره. مخ بچه ها میدید مثل کاغذ مچاله شده است، برای همین بحث قشر چین خورده دیگه مچاله شده مطرح میشه. خب آقا این قشر چین خورده که بیرونیه چه رنگی هست؟ خاکستر. بابا صحبت کردیم دیگه، گفتیم مغز توش خوبه، بیرونی میشه چی؟ خاکستر. پس اصطلاحاً قشر مخ هم میگن کورتکس مخ. کورتکس مخ چه رنگی؟ خاکستری، که دوزنتون بماند بچه. این شکل هم شکل مهمی، اینم بذار یه روزه با هم داشته باشیم. قشر چین خورده اون شیاره کم مخ باش کاری ندارم. هفت شیار عمیق داره. ببین مخ هفت شیار عمیق داره، یه شیار قاچ داده این وسط، دو تا نیم کره رو ساخته. این شیار بین نیم کره یه قاچ داده، دو تا نیم کره چپ نیم کره راست. حالا آقا این دو تا نیم کره با هم ارتباط ندارن، چرا؟ رابطه پینه که اصطلاحش میگیم ایتموس و مثلث مغزی که حالا فارسی سه گوش، حالا مهم نیست اسم گوشن، سه گوش و رابطه پینه مهمش اینه بچه. این رابطه بین دو نیم کره است که سفیدن، یعنی رشته‌ای هستن میلین دارن. این مهمه تو تستا یادتون بمون. این شیار عمیق، خب آقا میگه هفت تا اون شش دادی، آها هر نیم کره برای خودش دوباره سه تا قاچ داره، یعنی سه تا شیار عمیق داره که باعث میشه این لوب ها ساخته میشه. نکته مهمش هم بچه اینه، ما در یک انسان میگیم لوب های آهیانه، لوب های پیشانی. چرا ها میگی؟ چون یه نیم کره این، ببین یه پیشانی این ور داری یه پیشانی این ور، یا آهیانه این ور یا آهیانه این ور، تو تستم بازی کرده بود، یعنی رابطه پینه میتونه بین لوب های آهیانه. میگه آره دیگه، یعنی این نیم کره سن نیم کره سن، رابطه هم نقش داره. تستی هم که سال 96 دیدی اینه، گفتم مهمه بچه با این جاهاشون بازی میکنن یادت باشه. آقا مثلا لوب گیجگاهی در تماس هر سه تا لوب دیگه هست، یکی دیگه هم این ویژگی داره که آهیانه در تماس مستقیم با پیشانی هست، با گیجگاهی هست، با پس سری هست. حالا اگه یه توی تست خواست کد بده، اگه بگی لوبی که با در تماس مستقیم با لوبهای دیگر هست، خب دوتا گزینه دارم که یه کد ریز مجلسی دیگه هم میده. چی میگه؟ که در تماس مخچه هم میتوان، این دیگه فقط اینه چون اون دیگه در تماس مستقیم نیست. دو تا لوب داریم که در تماس مستقیم مخچه است، کدوم هست؟ این تو ذهنت باشه، لوب پس سری و لوب گیجگاهی، بالا پایین فلان، این داستان هم میتونه باش بازی کنه که تو ذهنتان بماند. بریم سراغ بخش دیگر من، ساقه مغز. ساقه مغز بچه خودش سه بخش داره، از بالا تو ذهن، از بالا بمونه تو ذهن، از بالا میشه مغز میانی، پل مغزی، بسلان نخا. بسلان نخا اصلا نخا توشه دیگه، نزدیکی به نخا دیگه، این تو ذهنت نزدیکترین به نخا میشه، بس دورترین مغز اینا میتونه باش بازی کنه. کارهاشون مهمه بچه. اولا برجستگی چهارگانه یادتون بمونه بخش از مغز میانه. کار مغز میانه بچه شنوایی، بهت گفتم دیگه در انعکاس شنوایی بینایی حرکت در این سه تا نقش داره. بریم سری صفحه بعدی. پل بچه در تنظیم، این خیلی مهم بود، دیدید باش بازی کردن ترشح بزاقش. حالا تنفس چون از دهم تو ذهنت هست، ولی ترا با اینم ور میرم، بزاقش یادتون بماند. بسلون نخا که پایین ترین بخش مغزه که دیگه نزدیکترینه به نخا در فشار خون زنش قلب، اینها مرکز انعکاس. این نکته بهت بگم خیلی مهمه، تو ذهنت بشین. ببین آیا قشنگ داری گوش میکنی، آیا میتواند مرکز انعکاسی مغز باشد؟ میگم آره، اینا دیگه مثلا نخا جزء ساقه مغز است که ساقه مغز جزئی از مغز. بله مرکز مثل انعکاس، بله مثل سرفه است، اینا میتونه باشه. اما نکته مهم، آیا مرکز انعکاسی میتواند مخ باشد؟ به هیچ وجه. پس یادت میمونه بچه‌ها مخ و مغز مواظب باشه. مرکز انعکاسی میتواند مغز باشد مثل انعکاس ول، اما نمیتواند مخ باشد. مخ نگه ها، مواظب باش، چون انعکاس غیر ارادیه، کاری که مخ میخواد بکنه ارادی. اینو یادتون بماند. مخچه بچه آخ این شکل هم مهمه، یه تایممون واقعا کمه، ولی خب یه توضیح مجملم از این بدم. شکل فوق العاده مهمیه بچه. مثلا نخار از پایین میبینید، پل مغزی میبینید، مغز میانی میبینید، مغز میانی اینه تو شکل بازی کرده و گزینه دو. یاد باشه این کوچولو رو، این کوچولو اپیفیز، مواظب باش بالاتر پایین تر بچه میبینید دیگه، تالاموس بالاتر کلا ساقه مغز. مغز میانی پل مغزی میخواد بازی کنه، یاد بدون
تو بگو آقا کلا تالاموس بالاتره، حالا گو پل، حالا گو مغز بینی، حالا گو بصل نخاع، کلش یاد میشه. تالاموس، هیپوتالاموس اینجا دارید میبینید با کاراشون هم میدونی آشنا هستی، البته پایین‌تر الان با هم مرورش می‌کنیم دیگه. علایق قشر مخرم می‌گین این بخش مخچن بهتون میگم که پشت ساق مزرعه چه، این قسمت سفید رنگش میبینی شبیه درخت مونه، اسلامش میگن درخت زندگی، پس درخت زندگی تو میمونه که سفید رنگ پس میلی دار. علایق حال آها مخچن اینجا بهتون میگه آها مخچن بچه‌ها تو مشه دو بخش شده دیگه، این دو بند خود دوتون این کارو شده دیگه. این وسط اونجا برای میکره مخم بهتون گفتیم رابطمون کی بود، رابطه پینه‌ای سه گوش که سفید بودن برای این کرمینه بهش میگن اس گوشتن کرمینه شد. حالا اشکالی نداره، کار اصلیش هم بچا تعادل از 7 جا پیام میگیره، یاد بشه پوست، گوش، چش، مفاصل، ماهیچه، مغز و نخاع، یاد بشه 7 تا تو تستا مهم است. و تالاموس یه نفس بگیریم، تالاموس، هیپوتالاموس، بچا این مراکز مغزی هم تالاموس. نکته مهمش اینه این اغلب پیام. چرا آقا میگه اغلب؟ چون پیام بویایی نمیاد اینجا تقویت بشه، پس یادتون بمونه اغلب اینجا میان پردازش اولیه، این واژه ها مهم، پردازش نهایی قشر مخصص، پردازش اولیه میدونج اونم برای اغلب تقویت میکنه فلان اینا داستانش. تالاموس در انسان دو تا داریم بچا، یادتون باشه هیپوکام دو تا داریم اما هیپوتالاموس یه دونه، اینا تعدادش هم مهمه ها. هیپوتالاموس که اصلا بچا هیپو به معنی زیر دیگه، یادتون باشه یعنی زیر تالاموس، مرکزی که زیر تالاموس یا زیر تالاموس یا اسمش اینه که میگیم هیپوتالاموس، جاش هم بس تو اسمش نهفته است دیگه. دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگی، گرسنگی، خواب فلان اینا رو تنظیم میکنند، هورمون هم ترشح میکنه، اکسیتوسین و ضد ادراری که یادتون میماند. دستگاه لیمبیک، سامانه لیمبیک که بچه تالاموس و هیپوتالاموس رو به قشر مخ وصل میکنه اما جفتشون رو به هم وصل نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اغلب پیام حسی که داره میگه میاد تو تالاموس تقویت میشه، پردازش اولش انجام میشه، حالا میخواد بره به قشر مخ، پردازش نهاییش انجام بشه، از طریق لیمبیک میره قشر مخ. این یادت بمونه. و این لیمبیک بچه یه کار دیگه هم که داره یادتون بمونه، در ترس، خشم، لذت، اصلا بچه بحث لذت و این داستانا خشم و فلان اوورد داره کد لیمبیک رو میده در حافظه، این هم داخل پاکت دارتون بمونه. ببین تو بحث یادگیری سه جا در از کلن سه جا از مغز درش نقش داره، یکی مخ، یکی لیمبیک، یکی هم مخچه برای یادگیری، اما برای حافظه دو جا، فقط مخ و لیمبیک. حالا لیمبیک آقا کجاشه که تو بحث حافظه؟ یه بخشی از لیمبیک به نام هیپوکام. پس بچه هایتون باشه، ببین هیپوکام میتونه کاراشو بهتون گفتم دیگه، میتونه بچسبونه به لیمبیک چون هیپوکام بخشی از خود لیمبیک است. پس یادت مون برای یادگیری سه جا داریم، کجاها؟ مخ، مخچه، لیمبیک برای یادگیری، اما برای حافظه دو جا داریم، مخ برای حافظه ها، یادت میمونه دیگه یادگیری حافظه رو قاطی نکنه، برای حافظه فقط مخ داری و لیمبیک کجاش؟ هیپوکام. که اینا حالا تو تست میتونه بگه هیپوکام، میتونه بگه لیمبیک. هیپوکام میگم بچه حالا به درد کنکورتون نمیخوره، بهتون حالا آرد به تو تورق سری ولی خیلی زود بهتون میگم که یادتون باشه حافظه ها بچه آخه اصطلاح هم میگیم پیشگستر پسگستر، برای حالا بار کنکورتون نمیاد. این داستان رو اینو توضیح بدینه که آقا هیپوکام به آسیب ببینه، اینو بذار اینجوری بگم، آقا اطلاعات قدیم محال یادش بره این هیپوکام به داغون بشه، اما جدیده رو یادش میره. پس این یادتون باشه که برای بحث هیپوکامپه هست. ولی اون بحث داری حافظه پیش گسته بس کن، اگه وقت داشتیم با هم صحبتشو میکردیم بحث قشنگ بود. آره یاد کنکور نخواه نمیاد. ببین این شکل هم شکل بدی نیست که بچه اینجا ده کلا بشه این شکلا و تو ذهن حافظه تصویر کنی اینا بمونه. تالاموس، هیپوتالاموس دیگه کاملا میبینی، هیپوکام که بچه سم ببینید در لوب گیجگاهی درستان تو گیجگاهی قرار گرفته و این پیازها بچه لوب گفتم واژه غلطی دیگه، پیازهای بویایی باید بگن اصطلاحاً. بیایم پایین تر، بحث اعتیاد رو داشتیم، بحث خانمان سوز اعتیاد که با هم صحبتش کردیم که آقا بعدن حالا به یک میتونه اون اعتیاد به رفتار بشه، رفتار بشه یا موادی که دیگه وابستگی ایجاد میشه، ترکش موجب اذیت شدن فرد میشه. این تو این متن دیدید سنجش ازش تست داده بود، متنش متن مهمیه که آقا یادتون باشه بچه اعتیاد میتونه برگشت بیماری برگشت پذیر باشه اما میتونه ممکنه خسارت برگشت نائین برگشت پذیر ناپذیر موضع باشه. بیماری میتونه برگشت پذیر باشه، برگرده معتاد ترک کرده دوباره بره بکشه، یا خساراتش این ناپذیره که اینم قطعی نیست، تو تست سنجش گفته و قطعا نه ممکنه خساراتش برگشت ناپذیر باشه. بخشی از بچه این داستانی که میگه دوپامین، بخشی از لیمبیک هسته آکامبنس استلام، بخشی از لیمبیک نه همه لیمبیک، تو سنجش هم گفته بود که گیر داده به این داستان. اینم بچه این توانای قضاوت تصمیم گیری فلان کاهش میده، سنجش گفته و افزایش و فلان که حالا ایال اینم رد کنیم بره. اینجا بچه شما میبینید تو این شکل داره اینو بهتون نشون میده، داره آسیب لوب ها رو بهتون میشه با اعتیاد که بچه میبینید این شکل آخر شکل مهمیه برای تست یادتون باشه که لوب پیشانی بچه دیرتر با ترک ترک کرده من خود دیرتر بهبود پیدا میکنه و لوب پس سری زودتر، که اینا حالا تو در حد همین نکته برای تستاتون یادتون بمونه. اعتیاد به الکل که استرا میگن الکلیسم،
که اینا نکاتش نکات راحتی، فقط بچه این نکته که اینجا رو بهتون میگه خیلی مهمه، در دستگاه گوارش به صورت جذب میشه چون در چربی محروس و نحوه جذبش گوارش ترکیب کن با دهامت به سبک چربی است که اینا مهمه. از قشه یافته اصلا میتونه مغز عبور کنه، اینا مهمه که دیگه حالا دوپامین فلان این داستاناش که دیگه رو باعث کاهش درد میشه و استرس قابل دیگه فلان دیگه دیگه خودتونم اگرم حالا در تفیل نداشتید دیگه تو فیلم اینقدر دیگه رو تلو تلو خونده تو ذهنت هست دیگه که چه حالتی میشه. به شدت این فعالیت مهمه، بی تردید مهمه، اینو حتما اینجا میگم اگر تایم داری حتما و حتما. من یه کلیپ اینو کامل تحلیل کردم، برو اونو کامل ببین، من الان کلی میگم ولی اونجا باید کامل ببینی که داستانش چیه. نکته مهمش بچه تو این فعالیت از این شکل بالا اینه که یادت بمونه چه چیزایی در سطح شکمی میبینی، چه چیزایی در سطح پشتی میبینی، حالا چه چیزایی نمیبینی، چه چیزایی نه، اینو مهمه، یعنی چیا میبینی چیا نمیبینی که. ولی اونایی که در هر دو سمت هم میمونن تو تستا دیدی باش بازی میکردن که مثلا بهش حالی گفتم لب واژه درست نیست، پیازهای بیوهی در هر دو سمت چه شکمی چه پشتی شما داری میبینی، مخچه میبینی هم پشتی هم شکمی داری میبینی، اما در شکمی پیازهای بیوهی میبینی، مغز میانی، پل مغزی، بصل و نخا اینا، ولی اونوری شما نمیبینی، ولی نخا بچا در هر دو سمت. اینا نکاتی که بعد بچا حتما از این شکل تو ذهنتون ببونید چون تو تستا باش بازی میکنه. این شکل بچا همین جوری تو ذهنت نشسته باشه، این اینکه فرض کن تست و من تست روشن اینجا، وقتی این تو ذهن یه عکس بگی تو ذهن داشته باش که قشنگ وقتی گفت شکم این پشت قشنگ این بیاد تو ذهنت. علایل بریم پایین تر، این شکل هم بچه جایگذاری یا عقب تر بالاتر پایین تر اینا مهمه بچه. برگشتگی چارگانه رو میبینید که بخش از مغز میانه که میبینید بچه خاکسترین، اما اینجا بچه رابطه سگوش و رابطه پینه میبینید که سفید رنگ چون میلین دارن، در وزنش اجسام مخطط داره چون ما میبینید، اپیفیز رو میبینید که بالاتر از این شکل صفحه 60-61 تونه که اونجا اگه یادتون باشه تو اون کلیپ اونم برداشتم آوردم چون با اونم تحلیل میشه بچه یادتون باشه که بالاتر از اپیویز بطن سوم پایین ترش بطن شد، این بطن هم مهمه، اون شکل هم حتما با این شکل رو تحلیل کن که جاهاشون بالاتر پایین تر، مثلا نکن برجستگی چارگانه پایین تر از اپیویز، اینا مهمه، اپیویز بالاتر از اینا مهمه تو تستا باید یادتون بمونه. اینجا بعد تو بطن جانبی یک و دو که یادتون باشه اون شبکه مویره که مایه مغز نخایی رو ترشح میکنه در بطن جانبی یک و دو بود، برای هم اون تستو با این نکته زدیم که یا گفتم آقا تو ذهنت باشه اون شبکه مویره که تو اینه، پس اینو حالا تو ذهنت باشه محل رو اینجوری بگی، حالا بطن جانبی آقا یک و دو از کی دو طرف، مثلا این نکتهش اینه که دو طرف رابط های پینه یا سگوش این یادت میمونه، میگه آره چون تو اونه تو بطن یک و دو پس میشه گفت که اون شبکه مویره که ترشح کننده مایه مغز نخایی در دو طرف برای رابطه پینه و سگوش. منظورم که یادت باشه بطن ها مهمتر بالاتر پایین تر اف ویز فلان پل مغزی، چون الان تایم نداریم فقط کلیات رو من گفتم، وگرنه حتما و حتما اون کلیپش رو حتما ببینید. بریم سراغ نخا، بخش دیگری از دستگاه عصبی مرکزی که میبینید بچه ها استلامسی اچمانند این بخش خاکستری که در مرکزه و بخش سفید احاطه شده، 31 جفت عصب نخایی داریم، 31 جفت یعنی 62 تا که هر کدوم از این ببینید بچه ها عصب چیه؟ آه این رشته‌های عصبی هستن، حالا اگه دندریک باشه آکسون میشه یا هر دو باشه، این میشه اعصاب ما، عصب حسی حرکتی مختلف. نکته مهم میخوام اینو بهت بگم، تمام 31 جفت یعنی 62 تا عصب نخایی همشون مختلفن. حالا نکته مهم اینه بچه 31 جفت 62 تا عصب داری، هر کدوم از این عصبا یه ریشه پشتی داری یه ریشه شکمی، پس در مجموع 124 ریشه داری، 62 تا پشتی 62 تا، که نکته مهمه بچه کل این ببین یه عصبه ها، یعنی این هم یادت باشه ریشه پشتی ریشه شکمی در مجموع یه عصبه، برای همین مثلا دویت اسم میدونه در یک عصب هم محتویات ریشه پشتی رو میتونه بگه هم در ریشه شکمی، یعنی همزمان با هم میتونیم ببینیم بگو بله چون عصبه نخای مختلط. آقا چیا حضور دارن؟ اینم مهمه بچه ها، در ریشه پشتی و کلکش همین بودی گفتم بچه یه اینجوری یادتون باشه ریشه پشتی پشت داره منده خدا میندازه میره پیامو برسونه، شکمی از شکم منده خدا داره میاد حرکتی دیگه فرمانو میاره، اونی که از پشت داره پیامو میبره کیه؟ نورون حسیه که بچه اینجا کاملا میبینید که در یک ریشه پشتی شما دندریتو داری، جسم یاخته یو داری که جسم یاخته با ما به هوای اون جسم یاخته دیگه، یعنی حسش واسه دی ان ایش نکته مهمی بود، و بخش از اکسون هم داری میبینی از نورون حسی. بچه نکته مهم از نورون حسی اون بخشی وارد خاکستری نخا میشه که چیشه؟ پایانه آکسونیشه. پس یادت بمونه چون میدونی نورون حسی هم دندریتش هم آکسونیش میلین داره، اون بخشی که وارد این بخش خاکستری نخا میشه پایانه آکسونیشه. اما تو بچه این ریشه شکمی، ریشه شکمی چی حضور داره؟ آکسون نورون حرکتی که میدونی آکسون نورون حرکتی ا میلین داره، ا میلین چی بود در حقیقت قشای اون نورون گلیو، ا در صد بیرونش هسته نورون گلیو، پس
که تستش هم دادیم، هم در اینجا به واسطه جسم یافته تو میتونی دی ان ای ببینی، هم اینجا. حالا بچا دی ان ای رو ما به هو دی ان ای، یعنی میتونی با بحث ان شاء الله امسال 12 ام دی ان ای میخونی، واحدهاشو میتونی نوکلوتیدو میخونی، حالا نوکلوتیدو باز کنه بحث خود، یعنی میدونی باز عالی نیتروژن داره با اینو بازی کنه، واسهت باشه به طور کل. همینجا میتونی ببینی، همینجا، اینجا به واسطه حسه نارگلی، اینجا به واسطه حسه خود نورون حسی. این شکل هم بود بچه، گفتم یه نکته، نمیدونم آزمون سنجش بود کدومش بود که تستو با هم زدیم که گفتم همه نورون‌های حسی با نورون حرکتی بخواد سیناپس بده باید یه نورون رابطی باشه، اینجا نه، کاملا در شکل میونه که اینجا نورون حسی با حرکتی سیناپس بده بدون حضور نورون رابطی، اینجا کاملا در این شکل هم میبینی. سری بریم که دستگاه عصبی محیطی. بچه دستگاه عصبی مرکزی با هم صحبت کردیم. دستگاه عصبی محیطی خودش دو بخش داره، حسی حرکتی. حسیش که میشه بحث حواس بزرگش کنه، بخش حرکتیش که دیگه فرمان میخواد دو بخش میشه، میشه پیکری خود مختار. تفاوت پیکریه این بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطیه، فقط یادتون باشه این دسته بندیش های پیکری خود مختار جفتشون بخش حرکتی هم، پس فقط اونجا، یعنی تو بخش پیکری و تو بخش خود مختار تو فقط نورون حرکتی میبینی چون داری فرمان میبری. حالا آقا تفاوتش چیه؟ تو پیکری شما به عضلات اسکلتی، عضلاتی که از دهم یادآوری میدونی چی هست، چند حسه کد میتونه بده دیگه، چند به این عصب دهی میکنیم، ولی تو خود مختار به مایچه قلبی صاب به قدرت، حالا درون ریز برون ریز اینجا عصب دهی. تمام فعالیت های خود مختار خود مختاره، غیر ارادیه. اما برای فعالیت پیکری چی میشه گفت؟ اغلب بسیاری بیشتره فعالیت هاش ارادی. آقا یه برخی آره، یه برخی مثلا انعکاس که این پایینه از پیکریه به مایچه اسکلتی، اما غیر ارادی انجام میشه. 31 جفت عصب نخاعی داریم، 12 جفت عصب مغزی داریم که مستقیم. پس نکته مهم، بذار چند تا نکته از این دو سمتی ها به تو میگم. امروز چند دقیقه رفتیم؟ 23. خب ادامه میدیم. خب خوبه، تایم داریم. 12 جفت عصب مغزی داریم. نکته مهمش بچه‌ها اینه، نگاه بکن نخاع چیکار میکنه. خودش اولا یه سری از این مرکز انعکاس هاست، اونو بذار کنار. کارش اینه، ببین پیامی که میاد معاون دیگه، معاون مغز میاد پیش نخاع، از طریق نخاع میره مغز. مثلا این نخاع اینجوری فرض کن رئیس دفترش میره بهش میگه. حالا این نکته مهم، ما 12 جفت عصب یعنی چند تا؟ 24 تا. یعنی چی؟ ببین یعنی اینو یادت باشه، اینجوری نیست که تمام پیام‌های حسی که به مغز رفته از طریق نخاع اومده باشه، نه، یه سری از پیام‌های حسی هست مستقیم رفته مغز. دو، اینجوری نیست تمام پیام‌های حرکتی، تمام فرمان‌های مغز از طریق نخاع به اندام بره، نه، ما 12 جفت از یعنی 24 تا عصب مغزی داریم که مستقیم، پس یادتون باشه یه سری از پیام‌ها مستقیم حسی، یه سری از فرمان‌ها مستقیم از مغز به اندام میره. این نکته مهمه. دو، تازه اینم جمله دوست، اینم نیست که همه پیام‌های حسی که به نخاع میره بره باره مغز باره تنگ تکلیفش، نه آقا، یعنی خود نخاع میتونه تنگ تکلیف، آره دیگه، انعکاس مثلا همین انعکاسای نخاع کلمه یه پایین یه دونه داریم. دو، تمام فرمان‌هایی هم که از نخاع داره به اندام میره، این نیست که مغز گفته باشه میتونه آقا چجوری همین دیگه همین انعکاسه اینا. خب ببین خودش پردازش کرد، خودش برام بهتون گفتم بچا تو پردازش هم خود نخاع دستی تو کار داره، اونجا تو تست گفته فقط مراکز مغز، اینجا خود اینم دستی تو کار داره. پس یادتون باشه، پس این جملات رو سمتی، اما این حالت کلیه که پیام میاد اینجا میره بیشون، اما حالا یه سری جامعه انعکاس خودش تصمیم میگیره و پیام حرکتی رو صادر میکنه. که اینم از این. بیایم پایین، بخش پیکریه که بهتون گفتم، بخش پیکری بچه به ما هیچ، ببین تفاوتشون مهمه، بخش خود مختاری که ما رو صحبت کنیم، بخش خود مختاری که خودش سمبادیک و پارا سمبادیک به هیچ وجه به ماهیچ‌های اسکلتی، ماهیچ‌های چند هسته‌ای اصلا دیگه نمی‌کنه. اینم هم همینه، بخش پیکری فقط به ماهیچ‌های چند هسته، یعنی اسکلتی، یعنی اینا تفاوتش، اون به هیچ وجه، این فقط، یعنی فقط به ماهیچ‌های، ولی از نوع کارو نمیتونی تشخیص بدی. یعنی مثلا بگی که آقا بخشی از مثلا از دستگاه عصبی محیطی بخش حرکتی که فعالیت غیر ارادی از آن مشاهده میشود، آقا من قطعا میگم خود، نه، چون میگه خود مختار، میتونه پیکری باشه، بحث انعکاسش باشه. ولی اگر رو بحث ماهیچه بخواد بازی کنه بگه ماهیچه چند هسته عصب دهی کرده، قطعا اینو داره میگه. البته بچه‌ها به ماهیچه قلبی هم حواستون باشه، ماهیچه قلبی اینا نیست، یعنی اونجوری هم نیست فکر کنه که پس آقا خود مختار فقط به ماهیچه تک هسته‌ای، خب باشه صاف تک هسته‌ای، ولی قلبی عموما یک یا دو هسته‌ای، یعنی دو هسته‌ای همون داره، اونم حواست به اون داستان باش. علایان آقا این داستان چی بود؟ اولا اینو بگم به بچه‌ای که امسال 11 دارم میرم کنکور، گفتم این شکلشون رو برعکس دادم، من الان رو شکل که شکل درست تره رو این دارم تعلیم میکنم، ولی گفتم تو کلیپام گفتم نگران آقا داستان، نه نگران نباش، الان رو همین تعلیم میکنم، شما تحلیل رو تو ذهنت باشه، ببین کلیت تحلیل باشه، تست رو بزنی. داستان چیه؟ این بنده خدا دستش رو به آقا مثال چی بود انعکاس بهتون گفتم، من دارم با شما صحبت میکنم، فرض کنید داغ دارم برام صحبت میکنم، فلان دستم میخوره یهو میکشم، این کشیدم اینجا، این بنده خدا این دیگه برای همین مایچه دو سر بازوش منقبض میشه که دستو بکشه، مثلا دست میزنه نکن میکشه،
بعد نکته مهمش اینه بچه‌ها، ماهیچ‌های اینا که مثل دو سر سه سر نمی متقابلا وقتی میخواد یکی فعالیت کنه منقبض بشه، حالا اینجوری میکنم خودت چیز نیستا، میخواد منقبض بشه این باید اون یکی بره توالت استر منبسط بشه، بره توالت استر. برای همین نکن اینجا این منقبض میشه، این باید منبسط بشه که این بکشه، نکن دستو بکشه. حالا با اینکه ماهیچ من اسکلتیه، با اینکه ببین در حالت عادی دست خودمه، ولی اینجا انعکاس داستانش اینه، ناگهانی غیرارادی پاسخ دفاعیه، ببین نظر له بشه سری میکشه، با اینکه مثلا از خودم اجازه نگید سری کش. داستان شیر منطقه دستش نکن داغ شده، خب اینجا گیرنده حسی داری یا نداری که نکته مهمش میگه بچه اینجا الان داغیه آقا، یعنی گیرنده دمای آره، ولی بچه بهتون گفتم دمای شدید باعث تحریک گیرنده در میشه، چون اصلا بچه انعکاسه یادتون باشه با تحریک اینجا این تحریک داستانی که داریم با تحریک گیرنده درده، اما اینجا بله گیرنده دمای تو هم تحریک شده چون دماهای خیلی بالا خیلی یادتون باشه، البته این هم هست تو سرمای خیلی شدید هم هست، این دمای خیلی پایین اینم یادتون باشه، گیرنده دردم تحریک میشه. علی علی این گیرنده تحریک شد، پیام عصبی تولید شد دیگه، میتونیم با گفتگو ترکیب کنیم یا پیام عصبی فلان در جا سدیم پوتین فلان. این بزرگوار آبی رنگ کیه؟ خب معلومه دیگه، پیام داره میگیری میبره، کیه؟ نورون حسیه. میاد از ریشه چی؟ شکمی یا پشتی؟ پشتی دیگه، ریشه پشتی میاد که کاملا اینجا میبینی بچا جسم سلولی کوچولو گومبولی برای اینو من نشون داد میاد باشه ها، بازم تاکید دارم بهت میگم ریشه پشتی میاد اینجا جسم یاختگی، پس اینجا دیگه چی میشه؟ آکسونش. بهتون گفتم بچا اینجا که انشعاب داره میده تو خاکستری پایانه آکسونی نورون حسیه، اینجا انشعاب میده، اینجا ما دو تا سیناپس داریم جفتشو مثبت گذاشتی، یعنی چی؟ سیناپس اون تحریکی، یک سیناپس دو مدل فعال داریم غیر فعال، آه یعنی چی؟ سیناپس فعال ناقل عصبی میریزی بیرون، غیر فعال بی ناقله، اینا فعال هم ناقل بل میکنیم بیرون. تحریکی یعنی چی؟ دو مدل داره فعال، دو مدل هم تحریکی داره مهاری داره، تحریکی یعنی میخوای تحریک کنی یارو رو که حالا بستگی داره اون پس سیناپسید کی باشه، اگه نورون باشه پتانسیل عمل داره ایجاد میشه، اگر سلول ماهیچه باشه منقبض میشه، اگه قدرت باشه ترشح میکنه، میخوایم تحریکش کنیم، برای همین مثبت گذاشت مهار، میخوایم جلوشو بگیریم، اینجا جفتمون چیه؟ تحریکیه. تحریکی‌ها رو هم بهتون گفتم بچا، تحریکی‌ها برای نورون چه اتفاقی میفته؟ اینجا سدیمه که میاد تو، بهتون گفتم وقتی وصل شد به اون گیرنده ناقله، وقتی رفت وصل شد باعث میشه سدیمه که بیاد تو دانشو پتانسیل عمل اون شروع بشه. الان اینجا تحریک اینا ببین یه نورون حسی تو تستام باش بازی کرد، یه نورون حسی، ولی اینجا دو تا سیناپس میده با دو تا نورون رابط، سیناپس اون تحریکی، دو تا نورون رابط تحریک میشن، یعنی در دو نورون رابط در خاکستری پتانسیل عمل ایجاد میشه، این پیام هدایت میشه، جهشی نه نورون رابطن میادی نداره، میاد پایین آکسونیش. حالا این با یه نورون حرکتی سیناپس تحریکی میده، این با یه نورون حرکتی سیناپس مهاری میده، ولی نکته مهمش اینه بچه‌ها، اینم تو تستا مهمه، تمامی سیناپس ما اینجا 4 تا سیناپس داریم در ماده خاکستری میگه دیگه، 4 تاشون 3 تاش تحریکی ان یه دونه مهاری، ولی هر 4 تاش فعالن، این مهمه تو تستا. آقا اینو تحریک میکنه، آره این با پیام یک فرمان تحریکی دیگه بلند میشه میره پیش کی؟ چون میخوام نکن این اینج... میخوام منقبض بشه، میخواد بکشه، پس این باید بره تو استراد، این باید منقبض بشه، این میره اینجا، اینجا هم سیناپسش تحریکیه و فعال ناقل ول میکنه، چون سلول پس سیناپس اینجا ماهیچه‌ای برای همین بعد پس از تحریک این پیامش چی میشه؟ منقبض شده، منقبض شده. اما این بزرگوار که این مهار شد اینجا سیناپس مهاری داده بود، این که از ریش نکن جفت، نکته مهمش اینه بچه‌ها، جفتشون از ریشه شکمی دارن میان، ولی این یکی با یک محتوی یک فرمان که بیاد اینجا یک سیناپس تحریکی بده، اینم داره از ریشه شکمی میاد، ولی این وقتی میاد اینجا بچه‌ها سیناپس میده، اما سیناپسش غیر فعال، یعنی هیچ انتقال دهنده عصبی ترشح نمیکنه، نه اصلا کاریش نداره که بتونم. گفتم آقا سوال کردی، گفتم آقا چرا هیچی بهش نمیگم، گفتم داستان ما چرا اینه، هیچی نگی میره تو استراحت، یعنی اون کلن سیستم کاریو بسته رو استراحت، چیزی نگی میره تو استراحت، میخوای کار بکنه باید بهش بگی، اینجا بهش میگیم که منقبض شو، اون یکی بهش هیچی نمیگیم بنده خدا خودش شل میکنه، ماهیچه سر که دستو میکشه. این نکته مهم بوده، کل بحثی که اینجا داشتیم بچه یادتون باشه، سیناپسامون تحریک مهاری، نخاع تو بخش خاکستری چی میشه فلان، نه همه این داستانی که بهتون گفتم. بریم بخش خودمختار، بخش خودمختار باز بچه خودش دو مدل دیگه، سمپاتیک و پاراسمپاتیک، تمام نورون های حضور داره در سمپاتیک پاراسمپاتیک، حرکتی هم دیگه بابا، کل خودمختار پیکری هم حتی اینا جزء بخش حرکتی هم یادت باشه، بخش حرکتی در اساس محیطی من خاص بازی کنه نورونش حرکت. سمپاتیک و پاراسمپاتیک یه نکته مهم اینجا داره بچه ها، معمولا برخلاف یکدیگر کار میکنن، یه برخی موارد هست که اینا نه برخلاف نیستن، همسو کار میکنن، یاد باشه یه برخی گوشه جیبت داشته باشه، ولی معمولا برخلاف هم. برای کد اینام که تو ذهنت بمونه، اینو به بچه‌ها تو کلیپ گفتم، الان اینام یه مرور کنم، یاد باشه بچه‌ها
دو تا پارامتر برای خود داشته باش که چی فعالیت حیاتی فعالیت گوارشی دیگه همه اینا میاد زیرش دیگه اینا تنفس تند میشه فلان اینا میره زیر شاخه حیاتی برای گوارشم که کاملا مشخصه دیگه یادتون باشه بچه‌ها سمپاتیک حیاتی میره بالا پس گوارشی چی میشه چون عکسن میاد پایین برای پاراسمپاتیک حیاتی میاد پایین یعنی یکیش یادت بمونه یکی کاملا باشه این حیاتی پاراسمپاتیک میاد پایین گوارشی میره بالا پس یادمون پس آقا ترشح فلان اگه بحث گوارشی داره شروع میکنه تو با افزایش میواد برای پاراسمپاتیک آقا راست میگه گوارشی افزایش پیدا میکنه ولی حیاتی میاد پایین ولی این حیاتی میره تعداد تنفس میره بالا نبض میره بالا و این داستانا برای میره بالا هم گوارشی میاد پایین افت میکنه کاهش پیدا میکنه اینم که بیشتر بدانید کار باشه نداریم دستگاه عصبی جانوران بگم دعاتون کنم که آقا شبکه است در هیدر شبکه عصبی داریم نبیم مغز نداریم دستگاه عصبی مرکزی مویتینگ دستبندی ها درش نداریم دورم یه شبکه عصبی بند خود داره دیگه پلنوری شکلش هم بچه ببینین که مثلا هیدرو شما کارنه یه شبکه عصبی بند خود داره اما پلنوری این آروم آروم از اینجا بعد یکم تستی تر میشه مغزش میبینی به صورت یو شکله دو تا در مغز دو تا جز ببین این داستانش گره آقا دو تا گره گره مجموعه از این جسم یافته یعنی پس آقا گره چلنگی خاکستریه دیگه جسم یافته بهتون گفتم یه جسم سلولا بچه اصلا میلیندار نیستن برای همین خاکستری این مغزش خاکستریه مغز پرمانیه چند تا گره ده نیاد بگه چند تا جسم یافته به دو تا نه دو تا گره که خود گره مجموعه از جسم یافته این یاد باشه اما دو تا گره به صورت یو شکل هم هست دو تا تناب به این موازی هم داریم دسته از آکسون دسته از دنیش که حالا تو ذهنتون اما برای حشرات که بچه گفتم کلن حشرات خیلی مهمن در تستو چون همه چیشون رو با هم ترکیب میکنن برای بحث عصبیش هم یاد بمونه مغزش چند گره و انجوش خورده است این گره دیگه میدونی که الان تعریفش بهت گفت یه تناب عصبی داره که این نکته مهمه برای این شکمیه برای ما پشتیه این واژه خودمون یادت باشه کجامون اینجا که تو نخانه پشتی این پشتی برای ما حشرات رو برعکس کن شکمی یادت باشه باید. این تناب با این یه فرقی داره در طول این تنابه شما گره نمیبینی در پلنوری ولی این گره رو میبینی نکته مهم اینه بچه یک تنابه ولی دو رشته یه کاملا در شکلم مشخص اینم تو تستا مراقبت بکنید درک تشخیص فلا این داستان تو حشرات یا تو اون باشه این خیلی نکته مهمه تو بحث زنبور رو اینام داشتیم این مغز چند گره به همچوش خورده اون درک و فلان اینا این داستان رو تو ذهنت بمانه انشالله تا جلسه بعدی که بیاد تفرقه گفتار بعدی همه تنو خوره بزنیم Thank you.